خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. زمان همبستگی فرا رسیده، چه درون مرز چه برون مرز. 40 ساله که کشورمون اشغال شده توسط حاکمیتی که قوانین اسلامی و شرعی رو پایگذاری کرده تا منافع خودش رو پیش ببره. بعد از مطالعه و بعد از بررسی به روی تمام رویدادها و رخدادهایی که تا به امروز در این 40 سال گریبانگیر ملت ایران شده، به این نتیجه میرسیم که راهی به غیر از همبستگی وجود نداشته و نداره. امروز جنگ ما جنگ عقیده نیست، جنگ ایدئولوژیکی نیست، جنگ مذهبی نیست، بلکه جنگی است حقوقی بر پایه حقوق مدنی از دست رفته جامعه ایرانی و همچنین جنگی است برای نجات و پسگیری جغرافیای ایران که در این 40 سال به تاراج گذاشته شده. پس بنابراین از تک تک هموطنانی که به خصوص این صدا رو میشنوند در جای جای اروپا و همچنین کشور فرانسه، تقاضا میکنم در روز جمعه در کنار هم گرد بیاییم، فارغ از نگاه ایدئولوژیکی، فارغ از نگاه مذهبی، فارغ از نگاه سیاسی، بلکه به عنوان یک ایرانی که نمایندگی میکنه میلیون ها نفر در بند در کشور رو، به پا بخیزید و برابر مزدوری مانند ظریف ایستادگی نشون بدید. امروز شما میتونید تقویت ببخشید به همه مردم ایران، نیرو بدید به همه ملتی که اسیر گشته و در فراخوان‌های متفاوت از جان عبور کرده و اومده کف خیابون‌ها و فریاد میزنه دشمن ما همینجاست. جامعه در بدترین شرایط داره واکنش‌های متفاوتی از خودش نشون میده. امیدوارم که شما در بهترین شرایط و با دستی باز در اروپا بتونید این مسیر همبستگی رو به پیش ببرید. امیدوارم که این روز، روز آدینه، روز جمعه در پاریس، در فرانسه، روزی باشه برای اتحاد بیشتر میان ایرانیان، چه کسانی که تفکرات سیاسی داشته و دارند و یا چه مردم عادی که به خاطر وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی کشور رو مجبور به ترک شدند و سالهای طولانی است که به اروپا و یا سایر کشورهای جهان مسافرت کردند و مهاجرت. امیدوارم پایه‌ای باشه برای یک حرکت بزرگ و عظیم ایرانیان برون مرز که فراجناحی و فرادیدگاهی عمل بکنند تا ما بتونیم هم از برون هم از درون با یک دشمن مشترک که نامش حکومت اسلامی است بجنگیم تا رسیدن به پیروزی. ما باید در این مقطع بتونیم برابر مزدوران و نمایندگان و جیرخاران حکومت اسلامی بیستیم که پروانه ندیم به همین راحتی بیان و ثروت جامعه ایرانی رو در اختیار مزدوران دیگر، چه درون مرز چه برون مرز قرار بدن، یا ثروت جامعه ایرانی رو به رایگان در اختیار تمام کشورها قرار بدن. با دستی باز میتونیم برابر این مزدوران بیستیم، در واقع همون کاری رو که هموطنانمون در سوئد انجام دادن، ولی بسیار قوی تر، بسیار پرشتاب تر، بسیار محکم تر، در وسعت بیشتر میتونیم در فرانسه پایگزارش باشیم. پس از همه شما عزیزان با هر نگرش سیاسی و هر اعتقاد مذهبی درخواست میکنم که در این همایش شرکت بکنید و همبستگی ملی میهنی رو به نمایش بگذارید. از همه هموطنانم در هر گروه و هر دسته و هر جایی که زندگی میکنن تقاضا میکنم که این همبستگی رو فعالش بکنن، گسترشش بدن، برای اینکه امروز فقط و فقط تنها راه نجات جامعه ایرانی درون و برون مرز همبستگی است. یک دشمن مشترک داریم، یک کشور داریم و در نهایت بعد از پیروزی ملت ایران کف خیابونها انتخاباتی برگزار خواهد شد که ملت ایران به نوع نگرش سیاسی، به نوع نظامشون و همچنین نمایندگانشون رأی خواهند داد. پس امروز جنگی با اعتقادات سیاسی و نگرش‌های متفاوت نبوده و نیست. جنگ ما تا سرنگونی حکومت شیطانی ادامه پیدا خواهد کرد. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.